انتهایی، قسمت انتهایی که به هر حال از اون زیگموید میره پایین تر و به رکتوم وصل میشه، امکان داره وقتی که اونجا یبوست باشه و فشار باشه و بلاکج باشه اونم درست میتونه پشتش اثر بذاره، یعنی یه امکان زیادی هم داره به خاطر اون باشه. اگر که به خصوص از نظر مثانه و یوترس رحمتون مشکلی ندارین میتونه به خاطر اونم باشه. مصرف آبتون رو حتما زیاد کنید، احتمالا کم آب میخورین شما. بله آقای دکتر من کم آب میخورم. آبتون رو حتما زیاد کنین، سبزیجات و میوه‌جاتتون هم زیاد کنین، روزی 1 و 20 دقیقه هم راه برین، من فکر میکنم مشکلتون حل بشه. بله. احتیاج هم به ما ندارین، فقط روزی نیم ساعت، 1 تا 1.5 ساعت راه برین، آبتون رو حتما زیاد کنین و یه مقدار میوه‌جات و سبزیجات رو زیاد کنین که اصلاً حالت یبوست هم نداشته باشین. بعد از 1 ماه یه تماس بگیرین، یه گزارشی از حالتون بدین. بله. مرسی عزیزم. ممنون. خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. برنامه شفا بفهمید. سلام آقای دکتر. سلام عرض میکنم. آقای دکتر من یه پسر 3.5 ساله دارم و این لیت لنگویج و فکر میکنم که از نظر خودم بقیه اولویت کردن گفتن نه، ولی من فکر میکنم که مدل خیلی خفیف آتیزم هم نشون میده که میدونم بر اثر چیه. حالا نمیخوام تو تلویزیون عنوان کنم. چرا نمیخواین عنوان کنین؟ خب عنوان میکنم، میدونم که بر اثر واکسیناسیون اینطور شده. خب چرا نمیخواین عنوان کنین؟ مثلا چرا نباید عنوان کنین اگر که فکر میکنین که به خاطر اونه؟ من نمیگم باهاتون موافقم یا مخالفم، ولی چرا نخواین عنوان کنین؟ این جریان رابطه بین واکسینیشن و آتیزم روز به روز داره مشخصتر میشه، هنوز به اثبات نرسیده، ولی انقدر الان امروزه سر و صداش داره در میاد، منتها خب میدونین که هنوز مثل یه موشیه که داره با دم شیر بازی میکنه تا به اون مراحل بتونه برسه که از یه سری هفتخوان رستم بگذره که اینو بتونه ثابت بکنه، ولی روابط خیلی خیلی مستقیمی میتونه بین ساجستیو، من نمیگم هستش، ولی آمار و اطلاعات و تحقیقات نشون داده ولی هنوز ثابت نکرده که میتونه رابطه مستقیم با واکسینیشن داشته باشه. البته عوامل دیگه هم وجود دارن. ایشون فرزند اولتونن؟ بله. اون وقت شما طبیعی زایمان کردین یا نه؟ سزاریم بودم. اوکی. اون وقت دوران بارداریتون چطور بوده؟ دوران بارداریم هم طبیعی بود، ولی من اینو دیگه به احتمال 99.9% مطمئنم که واکسیناسیون بوده، چون تا یه سرعت خیلی سریعی داشت شروع کرد، به قول معروف مثل سایر بچه ها استارت کرد به تاکینگ، ولی کم یک دفعه استاپ شد بعد از واکسنی که فکر میکنم حدود 2 سالگی زدیم بهش. بله، احتمالش زیاده. من گفتم اینجا ما نشستیم تشخیص بدیم، حکم تعیین کنیم، یا اینکه دستوری صادر کنیم، یا اینکه بگیم حتما این هست، چون هیچ چیزی کلیت نداره، ولی با تجربه که من دارم و با این سواد و اطلاعات ناقصی که من دارم من تقریبا قانع هستم. من تا همونجور که گفتم چیزی نیست که هنوز ثابت شده باشه و ما بتونیم بگیم 100% به خاطر اونه، من تا سر و صداش روز به روز داره بیشتر میشه، روز به روز. بله. حالا سوالتون از من چیه؟ خواستم بپرسم که از نظر شما با حرفه شما آیا، چون خیلی تحقیق کردم جهت این که مثلا میشه بچه رو دیتوکسیفای کرد یا نمیدونم اکسیژن تراپی میکنن، شما دوایی برای این مسئله دارین که کمک بکنه که این بچه دیتوکسیفای بشه؟ بله. بله ما با بچه های آتیزم خیلی کار کردیم و اولین کاری که میکنیم پاکسازی فلزیه، البته خیلی باید به آرومی، برای بچه 3 ساله خیلی به آرومی و درستی انجام بشه. دستگاه گوارشش چطور الان؟ خوبه؟ خوبه، بله. اوکی. لبنیات که نمیدیم بهش که؟ لبنیات چون مدرسه میره، مدرسه متاسفانه به این بچه ها شیر میدن، شیر کم چربی میدن. چرا شما میتونین بگین ندم بهش، بگین آلرژی داره ندم؟ بله صحبت کردم، ولی کن چون بچه کنار بچه های دیگه است، دیدم اللحاظ روحی داره آسیب میبینه. خب بله اونو من میتونم درک کنم، ولی کن تو خونه لبنیات نمیخوره، غذا هم کاملا ارگانیک هستش و خیلی روش داریم کار میکنیم، خیلی خوبه. ولی کن حالا شما امکان داره براتون که مثلا شیر ارگانیک بگیریم و بدیم به مدرسه، بگین به بچه شما اینو بدن؟ بله قبول میکنم. خب این کارو بکنین، اقلا خیالت یه مقدار خیال خودتون رو راحت از این نظر، اقلا تا اونجا که میتونی قدمای مثبتو بردارین، شیر ارگانیک رو بگیریم بدین اگه حالا من کاملا متوجه میشم از نظر روحی اون اثری که ممکن روی بچه بذاره شاید خیلی بدتره تا اینکه
شیرو بخوره، ولی حالا که قرار شیرو بخوره و فکر میکنم تصمیمتونم تصمیم درستی هستش، اقلا شیر ارگانیک بخریم بدیم بهش بدن. اوکی حتما. چشم. بله ما میتونیم به صورت خیلی درست ولی خیلی خیلی آروم، اگر که مسمومیت فلزی وجود داشته باشه که به خاطر این واکسن ها باشه یا به دلایل مختلفی دیگه ممکنه وجود داشته باشه، چون آتیزم باز میگم ساجست میشه که میتونه رابطه داشته باشه با مسمومیت های فلزی، نه فقط آتیزم بلکه خیلی از بیماری های دیگه مثل آلزایمر، ام اس، بیماری هایی که معمولا به سیستم عصبی و سیستم مغزی رابطه دارن، پارکینسونز، اکثر اینا پیشنهاد میشه، نمیگم کانکلود نشده ولی پیشنهاد میشه، ساجست شده که میتونه رابطه داشته باشه. و من بر اثر تجربیاتی که دارم وقتی که یه سری اینها روی پاکسازی‌های مختلف فلزی میذاریم و بعد شاید پاکسازی‌های کبدی، نتایج خیلی فوق‌العاده‌ای روی سیستم عصبی و مغزی دیدم. بله. یعنی آقای دکتر شما اول ارزیابی میکنید این بچه رو که 100% بله. شما هست؟ بله بله. بله بله. بله بله. از کجا تماس میگیرین؟ من از هیستون هستم. بله، تماس بگیرین با مطب یه مشاوره بذارید، من با خودتون صحبت کنم، بعداً قدم‌های بعدی رو برمی‌دارم. اوکی. خیلی ممنونم. خواهش میکنم. موظف خودتون. خدا نگهدارت. خدا بسیز. برنامه شفا بفهمین. الو سلام آقای دکتر، خسته نباشید. متشکرم. بفهمین عزیزم. من سوالم در مورد قده هیپوفیزم. من 4 سال پیش از سینم ترشح شیر داشتم. بعد که به دکتر مراجعه کردم گفتن که یه MRI بده. توی MRI گفتن که قدرت بزرگ نشده، با قرص ما میتونیم اینو درمان کنیم. از 4 سال پیش تا الان من یه سری داستینکس و کابازه رو این قرصا رو استفاده کردم، ولی به محض اینکه قرصم رو قطع میکنن یا دوزشو کم میکنن دوباره همون مشکل واسه من پیش میاد و هنوزم پرولاکتین من بالا. پرولاکتینتون همون سوال من این بود که هنوز بالا. اجازه بدین بپرسم ازتون که اولا چند سالتونه؟ من 26 سالم. شما ناراحتی زخم معده یا ناراحتی معده نداشتین قبلا؟ من همین الان هم مشکل معده خیلی دارم، یعنی معده درد و احساس نفخ و اینا خیلی زیاد دارم. اون وقت برای معدتون داروهایی مثل رانیتیدین و اینجور چیزا به شما ندادن؟ من خودم با قرصا استفاده میکردم. که رانیتیدین میخوردین؟ بله. اوکی. باز من بنا به تجربیات خودم نسبت به عزیزانی که به من مراجعه کردن، پزشکتون احتمالاً بعد بهتون گفته باشه، به خاطر اینکه یکی از اگر که به خصوص هیپوفیز شما رو مطالعه کردن و MRI کردن، و چون اولین کاری که میکنن وقتی که پرولاکتین میره بالا، خب این کار رو میکنن معمولاً که مطمئن باشن که مشکل به خصوصی اونجا نیست، ولی خیلی از مواقع وقتی که پرولاکتین خون میره بالا و شروع میکنین از سینه هاتون ترشح کردن و غیره، معمولا یکی از عوارض جانبی رانیتیدین و این داروهایی که برای معده تو اون مایه داروهای مثل رانیتیدین میدن این بوده. اینه که شما اول از همه باید معدتون درست بشه، معدتون رو باید به صورت درست حل کنین، نه با داروهایی که فقط اسید معده رو کم بکنه و فقط سرپوش بذارین روی مشکلتون و علت رو جویا نشین، و بعد یه مقداری وقت روی هورمون هم میشه کار کرد. لبنیات که به هیچ وجه نباید بخونی شما. کوچکترین لبنیات و کافئین میتونه این پرولاکتین خون شما رو بره بالا. آقای دکتر، من چون بعد از اینکه این مشکل برام پیش اومد خیلی استخون درد خیلی شدیدی داشتم که رفتم دکتر، گفتم ممکنه پوکی استخوان گرفته باشی در اثر همین پرولاکتین بالا. بعد من ترکم استخوان که دادم به هم گفتن تو بعضی ناحیه ها بین 10-15% توکی استخوان میبینیم ما. خب. بعد شروع کردم به هم از این اسپری که بینی میزنن به هم دادن که مثلا جلوگیری کنه از توکی استخوان. بعد برای همینم به هم حالا الان کلسیوم دی به هم میدن و ویتامین دی هم هست، هفته یه بار به هم میگن که قرص ویتامین دی هم استفاده کن. بله. من زیاد با چند تا از این کاری که برای شما شده موافق نیستم. بله. تا یه حدیش من الان لبنیات و این قرصا رو الان استفاده نکنم. نه، تا زمانی که شما کلسیم ابزوربشنتون درست نشه اینا میتونه بیشتر رسوب کنه و شما رو بیشتر دچار مشکل بکنه. ممکنه شما کمبود کلسیم دارین، کمبود کلسیمتون به خاطر اینکه کم کلسیم خوردین نبوده، به خاطر اینه که
نمیتونین درست جذب کنین کلسیم، اون بعد ریشه‌یابی بشه تا اینکه فوری بیان بهتون قرص کلسیم بدین. ببینید دو تا چهار تا شما اگر کلسیمتون جذب نمیشه، هر نوع کلسیم هم به شما بدن خب جذب نمیشه. وقتی کلسیم شما از غذا نتونین جذب کنین، از سبزیجات نتونین به درستی جذب کنین، چطور ممکنه از یه تیک سیمان که معمولا اکثرش کلسیم کاربونیت جذب بکنین اینو؟ درسته. باید مطالعه بشه. شما باید یعنی مشکل گوارش هم درست کنم؟ 100% اولین قدم برای شما به نظر من مشکل گوارشتون باید بشه، مشکل هضم و جذبتون باید بشه. از کجا تماس میگیرین شما؟ از ایران تماس میگیرم. بله، یا مستقیم تماس بگیم با اون شماره ایران، یا تماس بگیم با مطب راهنماییتون میکنن که قدم بعدی براتون چی باشه اگر خواستین تحت نظر ما باشه. خواهش میکنم. خواهش میکنم. خدا نگهدار. برنامه شفا بفرمایید. الو سلام عرض میکنم آقای دکتر، من سوالی که داشتم در مورد